So much. Highly special. Why are you fools without any more? پول کاغذی بعد از دوران سکه ابزار اصلی داد و ستد بود. فرق چندانی با سکه توی مبادله و داد و ستد نداره، چون که اسکناس هم مثل سکه ارزشمنده. اما آیا واقعا اسکناس هم مثل سکه ارزش ذاتی داره؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه آیا مثل سکه های طلا نقره و مس که اگه ذوبشون میکردن باز هم همون ارزش مادی رو داشت، اگه اسکناس های کاغذی رو خرد میکردن، خمیر میکردن و یا بلاهای دیگه سرش میآوردن، آیا بازم مثل زمانی که اسکناس بود ارزش داشت؟ قطعا نه. پس فرق های زیادی وجود داره. تغییر از واحدهای پولی سفت و سخت مثل طلا و نقره به کاغذ یه تغییر بسیار بزرگ به حساب میاد و این چیزیه که دنیای مدرن ما رو تشکیل داده. از چه زمانی واقعا انسان احساس کرد که سکه از مبادلات خودش حذف کنه و اسکناسی رو که غالبا از جنس کاغذ رو جایگزین کنه؟ واقعا یه پول کاغذی چه ارزشی میتونه داشته باشه؟ سرزمین چین نه تنها به خاطر اختراع کاغذ تو دنیا اعتبار داره، بلکه اولین سرزمینی بود که از پول کاغذی استفاده کرد. به نظر میرسه باز پای چین به عنوان یه پیشگام وسطه و ما رو تو سلسله تانگ به عقب میبره. توی سلسله تانگ که عصر طلایی فرهنگ و تمدن چین بود، بازرگانا شروع به استفاده از کاغذ به نحوی کردن که بهش میگن سفته. یعنی چی؟ ضرب سکه مسی از قرن‌ها پیش توی چین شروع شده بود. تقریبا از قرن 4 قبل میلاد. سکه ها به صورت دایره‌هایی که وسطش سوراخ‌های مربعی بود ضرب می‌شد و برای نگهداری راحت‌تر یه تناب یا نخی از وسط سکه ها عبور می‌دادن و اونا رو به هم می‌بستن. خب اگه یه تاجر خیلی ثروتمند بود، این ریسمان سنگین می‌شد و حمل و نقلش سخت بود. به همین دلیل سکه ها رو به شخص قابل اعتمادی میسپردن و یه رسید کاغذی میگرفتن که نشون دهنده میزان سکه سپرده شده بود. به این سیستم پول پروازی، فلاینگ مانی یا به زبان چینی فیچین میگفتن. این اولین استارت برای استفاده از پول کاغذی یا پیپر مانی بود. اما یه نکته جالب که قبل پول کاغذی تو سلسله هان غربی تو قرن 2 قبل میلاد پول چرمی وجود داشت. توی زمان امپراتور ووتی که یکی از پادشاه‌های بسیار مهم چین باستان بود، از این نوع پول چرمی استفاده میشد. که البته به این اسکناس چرمی یه پول به معنی امروزه نمیشه گفت، چون یه اسکناس رایج بین عموم مردم نبود. این پول رو باید جنگ سالارا و فرمانده ها تهیه میکردن و توی عزیمت سالانشون به کاخ پادشاه به عنوان بخشی از خراج به پادشاه تقدیم میکردن. به این نوع پول که به صورت اسکناس چرمی بود، پول گوزن سفید پایلو پی پی یا پایلو بی پی میگفتن. گوزنهای سفید رو توی اون سرزمین پرورش میدادن و به این منظور ذبح میکردن و از پوستشون این اسکناسهای چرمی رو میساختن. بگذاریم، اینو فقط برای مقدمهای در مورد پول کاغذی گفتم که پیش زمینه روشنتری داشته باشیم. تو سال 960 بعد از میلاد، همزمان با آغاز دودمان سونگ، به دلیل کمبود مس که از اون سکه ضرب میشد، دولت وقت اولین اسکناسها رو منتشر کرد و توی همین سلسله سونگ توی قرن 11 شکلی از اسکناس به نام جیاوزی رو به طور گسترده چاپ کرد که به عنوان اولین پول کاغذی از دید سکه شناسا توی دنیا شناخته میشه. بعدها اینقدر پول کاغذی توی اقتصاد محوریت پیدا کرد که حاکمیت سونگ توی شهرهای مختلف چین کارخونه هایی رو برای چاپ انحصاری اسکناس تأسیس کرد. طبق تحقیقات جوزف نیدهام، تاریخ‌دان چینی شناس بریتانیایی، تو سال 1175 میلادی کارخونه تو شهر هانگزو چین 1000 کارگر رو برای چاپ اسکناس استخدام کرد. وضعیت تو سال 1265 تا 1274 تغییر کرد. سلسله سونگ استاندارد ارز کاغذی ملی رو که توسط طلا یا نقره پشتیبانی میشد به سرزمین‌های دیگه صادر کرد. برای اینکه اطمینان پیدا کنن که این پول کاغذی توی گردشه، تعیین کردن که بخشی از مالیاتی که دولت میگیره باید حتما به صورت پول کاغذی باشه. این روشی بود که مردمی که سالها با سکه و مبادله سکه خو گرفته بودن رو مجاب کنه که از پول کاغذی استفاده کنن. تو اون زمان پول کاغذی دیگه کاملا ثابت شده بود و حالا دیگه طرح اسکناس ها برای جلوگیری از جعل شدن پیچیده شده بودن. البته تصور ما از چین توی اون زمان با تصویری که الان از چین داریم که یک کشور کاملا یک پارچه است باید یکم فرق کنه، هم از نظر ابعاد، چون که توی اون زمان خاکی که به عنوان سرزمین چین روش حکومت میشد بخشی از چینی بود که الان داریم میبینیم و غالبا توی سواحل شرقی چین بود، و هم از نظر حکومت، چون ممکن بود که همزمان چندین دودمان سلسله کنار هم در حال حکومت باشند. بعد از جنگ‌های پی در پی قبلای خان با ارتش سلسله سونگ و تضعیف این سلسله، دودمان مغولی اصلی روی کار اومد به نام یوان. حالا این قبلای خان کی بود؟ فکر کنم سوال خیلی مهمیه. قبلای خان میشد نوه چنگیز خان مغول، یعنی میشد پسر کوچیک تولی خان، کوچکترین پسر چنگیز خان از 4 پسری که داشت. قبلای خان تو زمان سلسله سونگ جنگ‌های زیادی رو انجام داد که در نهایت بعد از عقب روندنشون از شمال چین تو سال 1260 خودش رو جانشین پادشاه معرفی کرد و بعد از حدود 20 سال جنگیدن و سقوط کامل سلسله سونگ توی جنوب تبدیل به پادشاه قدرتمند شد. یه پادشاه بسیار قدرتمند.
توی همون سال 1260 میلادی که آغاز پادشاهیش هم بود، چاورو که به عنوان اولین پول کاغذی رایج بین مردم لقب گرفته بود، به چاپ رسوند. به این اسکناس، اسکناس قبلای خانی هم میگن. حتی مارکوپولو توی کتابش توی فصل جدا از اسکناس‌های قبلای خانی میگه که چطوری قبلای خان باعث شد که از پوست درخت‌ها نوعی کاغذ تولید کنن و از اون اسکناس بسازن. مارکوپولو این اندیشه و روش ساخت و استفاده از اسکناس رو با خودش به اروپا برد. اون توی کتابش به این موضوع اشاره میکنه که بازرگان‌ها و تجار طلا و مروارید و سایر اشیاء با ارزش خودشون رو به خزانه حکومت میدادن و جای اونا پول کاغذی دریافت میکردن که میتونستن باهاش تو همه جای امپراتوری مبادله کنن. و این مبادله برای تجار دو تا حسن داشت: یک، اجناس گرانبهاشون رو به بهای خوب میخریدن; دو، همون موقع بها رو دریافت میکردن. قبلای خان بعد از چاپ اسکناس خودش یه قانونی وضع میکنه که طبق اون بازرگانا باید تحت هر شرایطی، حتی مرگ هم، اسکناس اون رو بپذیرن. کم کم کشورهای غربی هم شروع به تقلید از چین کردن و ابتدا با سفته های مشابه شروع کردن که برای پرداخت استفاده میشد. توی قرون وسطا به دلیل ناامنی حمل و نقل مقادیر زیادی پول به صورت سکه توی مسافت های طولانی، تجار اروپایی شروع به استفاده از سفته کردن. ایتالیا جز اولین کشورهایی بود که سیستم بانکداری رو به اجرا گذاشت. ونیز، فلورانس و میلان نقش بسزایی توی مسیر داشتن. تجار ایتالیایی زمان معامله تو شهرهای دیگه برگه یا همون سفته ای رو که توسط تاجر دیگه پشت‌نویسی شده دریافت یا پرداخت میکردن. تاجری که این برگه رو در ازای فروش کالا دریافت میکرد میتونست به بانک مراجعه کنه و اون رو تبدیل به پول یا همون سکه کنه. توی تاریخ مشخص بانک همه این سفته ها رو جمع‌آوری میکرد و اون رو با یه پیک به بانک محل صادرکننده سفته میفرستاد و بانک محل صادرکننده سفته رو به در خونه صادرکننده میبرد و صادرکننده در ازای سفته پولش رو به مأمور پرداخت میکرد. 300 سال بعد تو سال 1649 میلادی توی انگلستان چارلز اول پادشاه وقت با بدهی‌های زیادی مواجه شد. پارلمان هم اجازه وضع مالیات جدید رو نمیداد. چارلز هم به خزانه مراجعه کرد و با این قول که بعداً با سود 8% هر آنچه که از خزانه گرفته رو برمیگردونه، طلاهای موجود توی خزانه رو به نفع خودش ضبط کرد. این موضوع باعث بی‌اعتمادی شدید مردم به خصوص تجار نسبت به خزانه دولت شد. اتفاقی بود که تأثیر زیادی توی آینده اقتصاد داشت. زرگرای انگلیسی به تجار پیشنهاد دادن که به جای اینکه سپرده‌های خودشون رو به خزانه دولت بسپارن، اونو توی گاوصندوق‌های بزرگ زرگرا بذارن و رسید دریافت کنن و البته یه مبلغ رو به عنوان کارمزد بدن. که این پیشنهاد شدیداً مورد استقبال تجار قرار گرفت. این زرگرا به نوعی بانک‌های اولیه بودن. ابتدا این سفته‌ها به صورت شخصی ثبت می‌شدن، اما بعدها به دستوری تبدیل شدن که به هر کس که این سفته‌ها رو در اختیار داره پرداخت بشه. با افزایش مراجعه تجار به بانک و درخواست دریافت‌ها، این سفته‌ها تبدیل به سفته‌هایی شدن با امضای آماده و چاپ شده که به شکل اسکناس‌های امروزی نزدیک‌تر شدن، که رقمی ثابتی روشون ثبت شده و امضای روی اسکناس ها هست، که به این معنی که افراد امضا کننده که اکثرا وزرای اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی اون کشور هستن تعهد میکنن که در صورت تقاضای اون فرد صاحب اسکناس به مقداری که روی رقم اسکناس ثبت شده به اون فرد پرداخت بشه. در واقع پول کاغذی یا پیپرمانی امروزی بر اصل اعتماد بنا شده. اعتماد به این که به میزان مبلغ این اسکناس یا رسید جایی پول یا کالایی هست. اولین بانک مرکزی که اقدام به چاپ اسکناس کرد بانک مرکزی سوئد بود تو سال 1661. این بانک تو سال 1657 توسط یوهان پالمستراک تو استکهلم تأسیس شد. این انتشار اسکناس یه دلیلی داشت. شرایط عجیب و غریبی برای سکه تو این کشور ایجاد شده بود. واردات ارزون مصر حکومت رو مجبور کرده بود که اندازه سکه مصر رو به طور پیوسته افزایش بده تا ارزشش نسبت به سکه نقره حفظ بشه. اون موقع سوئد واحد پولی نداشت، بلکه یک دلار توی مس و یک دلار توی نقره ضرب می‌شد. پس باید این دو از نظر ارزشی با هم دیگه برابر می‌بودن و این باعث می‌شد که ابعاد سکه‌های مسی خیلی بزرگ بشه تا ابعاد یه بشقاب برسه. وزن این سکه‌های مسی بازرگانا رو مجبور کرده بود که در ازای دریافت رسید سپرده‌گذاری کنند. 3 سال بعد به دلیل افزایش عرضه پول از طریق چاپ گسترده که باعث ایجاد تورم شد و چاپ پول بیشتر از ذخایر طلا و نقره بود، این بانک ورشکسته شد و تا سال 1667 منحل شد. همین موضوع باعث از بین رفتن اعتماد مردم شد و پول خودشون رو از بانک بیرون کشیدن و نبود پول توی بانک سوئد باعث شد که بانک نتونه بر طبق اصل سپرده قانونی وامی به کسی بده و پالمستراک به عنوان مقصر به زندان افتاد و تو سال 1668 به اعدام محکوم شد. اما این حکم عقب افتاد و توی سال 1671 از دنیا رفت. تو سال 1668 امتیاز این بانک، یعنی بانک مرکزی سوئد، به بانک رکسنس استندرز منتقل شد که توسط پارلمان سوئد اداره میشد. اما به دلیل عدم موفقیت بانک استکهلم، این بانک جدید نمیتونست تا قرن 18
اسکناس چاپ کنه. بانک ریکسن استندرز بعداً به اسفرینجز ریکس بانک تغییر نام داد. امتیاز چاپ اسکناس به بانک انگلستان واگذار شد. بانکی که تو سال 1694 برای تامین مالی جنگ 9 ساله پادشاه ویلیام سوم علیه فرانسه تأسیس شد و این بانک از سال 1695 به طور دائمی شروع به چاپ اسکناس کرد. ابتدا این اسکناس‌ها به صورت دقیق دستنویس می‌شدن، اما تو سال 1754 به اسکناس‌های با ارقام ثابتی بین 20 تا 1000 پوند تبدیل شدن. جنگ‌های 7 ساله تو سال‌های 1756 تا 1763 ذخایر طلای انگلستان رو به شدت کاهش داد که باعث شد بانک انگلستان برای محدود کردن پرداخت طلا اسکناس‌های بین 1، 2، 5 و 10 پوندی رو چاپ کنه. به این دوره تو انگلستان دوره محدودیت میگفتن. بانک قادر به پرداخت طلا برای اسکناس‌های خودش نبود و مجبور شد اسکناس‌های با رقم‌های کوچکتر رو چاپ کنه. داستان انحصار چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی انگلستان یه داستان طولانیه که توی یک ویدیو جدا بهش میپردازیم. توی این ویدیو سعی کردیم راجع به این موضوع صحبت کنیم که پول کاغذی چه مسیری رو طی کرد تا به شکل چیزی که امروز داریم می‌بینیم در بیاد. ممنون که ویدیو رو دیدید. من عارف صیاد هستم و این ویدیو رو در چنل یوتیوب من تماشا کردید. امیدوارم سلامت و ثروتمند باشید.